اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز، علاقمندان آموزش تجوید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس ما در احکام میم ساکن بود که میم ساکن سه حکم داشت: ادغام، اخفا و اظهار. و همچنان این سه احکامات میم ساکن از صفات عارضه حرف میم می باشد، چون حرف میم دارای چهار صفت عارضه بود که عبارت از غنه و سه احکام میم ساکن که ادغام، اخفا و اظهار است. صفت غنه هم بیان شد و دو احکام میم ساکن هم بیان شد که ادغام و اخفا بود، و امروز هم انشاءالله حکم سوم میم ساکن بیان می شود که اظهار می باشد. اظهار در لغت به معنای آشکار و واضح است، و در اصطلاح اخراج کل حرف من مخرجه من غیر غنه فی المظهر. اظهار در اصطلاح ادا نمودن، خارج کردن هر حرف از مخرجش بدون غنه در حالت اظهار. یعنی اظهار در اصطلاح ادا کردن و خارج کردن هر حرف از مخرج خود بغیر از غنه واضح ادا کردن، این را اظهار می گوید. هر حرف از مخرج خود ادا کردن بدون غنه واضح ادا کردن، این را اظهار می گوید. و اظهار میم ساکن هرگاه بعد از میم ساکن غیر از سی حروف که عبارت از میم، با و الف، غیر از این سی حروف دیگه باقی مانده حروف که بعد از میم ساکن واقع شود، در میم ساکن اظهار می شود. بعد که از میم ساکن غیر از این سی حروف که میم، با و الف، غیر از این سی حروف دیگه باقی مانده همه حروف که بعد از میم ساکن واقع شود، در میم ساکن اظهار می شود. مثلا ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، ذالکم وصاکم. این سی حروف را میم، با، الف، این سی حروف را از این خاطر استثناء کرد که بعد از میم ساکن که حرف میم بیاید ادغام می شود که قبلا بیان کردیم، و بعد از میم ساکن که حرف با بیاید اخفا می شود که قبلا بیان کردیم، و الف که است، الف بعد از میم ساکن نمی آید، بخاطر که الف همیشه محتاج به ما قبل می باشه، الف همیشه ساکن می باشه، ما قبلش مفتوح. از این خاطر این سی حروف را استثناء کرد، غیر از این سی حروف دیگه باقی مانده همه حروف حروفی اظهار میم ساکن می باشد، که ما دو مثال بیان کردیم. مثلا ذالکم خیر لکم، ببینین بعد از میم ساکن حرف خا واقع شده، و حرف خا از حروف اظهار می باشه. در اینجا در میم ما اظهار می کنیم، واضح ادا می کنیم. ببینین ذالکم وصاکم، اقسم ادا نمی کنیم که ذالکم وصاکم یا ذالکم خیر لکم، نه، خیر، واضح و اشکار، چون اظهار می شود. ذالکم خیر لکم، ذالکم وصاکم، بدون غنه واضح و اشکار ادا شود. و این اظهار را به نام اظهار شفوی یاد می کند، بخاطر اینکه این اظهار تعلق دارد به میم ساکن، و میم ساکن ادا می شود از شفتین، یعنی مخرج میم او شفتین می باشه، لبها می باشه. از این خاطر این اظهار را به نام اظهار شفوی یاد می کند، بخاطر که تعلق به لبها داره، از این خاطر این اظهار را به نام اظهار شفوی یاد می کند. این بود درس امروزی ما، و الحمدلله که صفات عارضه حرف میم هم تمام شد. ان شاء الله در درس آینده چهارم حرفی که صفت عارضه دارد او حرف نون می باشد، که انشاءالله در درس آینده آن را بیان میکنیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.